سلام مجدد شما بیننده تحول هستید من لطیف محمود بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین تا گفتگوی با شما داشته باشیم نخستین پرسش را از نفس تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مطرح می کنیم با توجه به اینکه یکی از های مهم موافقتنامه اصلاح موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در واقع اصلاح نظام انتخاباتی بود این امر با این فرمان چقدر مبتنی بر اون نقطه های تخصصی و تخنیکیش شکل گرفت تا سیاسی بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما و سلام به همه بینندگان تلویزیون شما بدون شک جنجال انتخاباتی ناشی از برخوردهای نادرست گرداننده های انتخابات به وجود آمد کمی و کاستی های البته در عرصه های مختلف وجود داشت اما از همه مهمتر که مسئولین انتخاباتی نتان سلامت انتخابات حفظ بکنند حال وقتی که قرار به شد که حکومت وحدت ملی به وجود بیاید اولین چیزی که همه انتظار داشتن که باید سیستم انتخابات اصلاح شود تا بار دیگه مردم دچار این مشکلاتی را که به او روبرو شدن شاهدش نباشند. به می دلیل بوده که در متن موافقتنامه بحثی از ایجاد یک کمیسیونی که به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی که شامل قوانین و نهادهای انتخاباتی است میشه کار بکنه. باور است که اگر کدام اراده سیاسی واقعی در زمینه وجود داشته باشه حتی م. کار به جنجال هم نمی انجامه که ما سر کمیسون ماها بحث کنیم فکر اراده بحث سیاسی بحث در مورد وجود نداره؟ آنچه را ما از بحث انتخابات میفاهمم متاسفانه در گذشته هم وجود نداشت اجازه ندادن اصلاحات را که لازم بود در انتخابات به وجود بیاید تا یک نظام انتخاباتی سالم ما در افغانستان داشته باشه و انتخابات درست برگزار شود متاسفانه در گذشته اجازه زیر ندادند واضح معلوم بود که تعدادی هستند که فکر میکنند که اگر سلامت انتخابات حفظ شد دیگه دستاورد سیاسیشان ختم میشه حالا فکر میکنید آقای معنوی اجازه بفرمایید که قضیه را این، از این روی کرد بهش نگاه بکنیم حالا فکر میکنید باز هم حلقات در تلاشی است که انتخابات را مثل انتخابات 93 به افتضاع بکشانند و منافع خود را در سرکوب کردن این امر ملی بیابند متاسفانه که انوز هم پیوسته به گذشته دیدگاه حکومت پیشین حاکم است و انوز هم اراده سیاسی را که باید برای اصلاح نظام انتخابات ایجاد شود وجود ندارد منظورتان از حکومت پیشین رئیس جمهور کرزای است یا نه رئیس جمهور غنی وقتی که حکومت نیه فرد من لحاظ نیست یعنی حکومت پیشین, پیشین. یعنی فکر میکنید که حلقات حکومت از... حامد کرزای یعنی فکر میکنید که حامد کرزای به عنوان رئیس جمهور پیشین افغانستان و حلقات به عنوان هواداران رئیس جمهور کرزای بگونه سریح یا زمینی در چگونگی شکلگیری حرکت های حکومت جدید ش... نقش دارن. بدون شک حکومت موجوده محصول کارکرد و عملکرد حکومت پیشین است همین با را که ما امروز شاهد هستیم خاصتا در امر انتخابات که امروز مورد بحث ما است این ثمره کارکرد حکومت گذشته است به این معنا که حکومت گذشته میتونست کارهای را انجام بده که ما به درد سر انتخاباتی مواجه شدیم نه تنها که خودشان انجام ندادن بلکه موانع جدی را ایجاد کردن و نگذاشتن اصلاحی که لازم بود به وجود بیاد نه تنها که نگذاشتن ما را بلکه لابیگری کردن حتی در بین جامعه بین المللی و نگذاشتن که جامعه بین المللی حداقل توجه خاص به امر مبذول بداره که یک اصلاح به وجود بیا و ما مشخصا اگر برنامه وقتش باشه چهره ها و شخصیت های چی در داخل حکومت چی در جامعه بین المللی که مانع اصلاح شدن و این وضعیت به وجود آوردن همیشه بشناسیم چون آنچه به انتخابات گذشته تعلق داره یک قسمت کلان را ما انجام دادیم و تیم جدیدی که آمدن در واقع در یک کار انجام شده حضور پیدا کردن <applause> و باور ما این بود آنچه ممکن بود ما انجام داده بودیم اگر آنچه ما انجام داده بودیم هم صادقانه پیگیری میشد ما دچار از وضعیت نمیشد ولی آقای منوی میخواهیم در این گفتگوی یک ساعته غالبا سوالات ما روی چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی که عمان ماده 33 قانون اساسی ماده یک قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها و همچنان کمیسیون که در ماده 156 بهش پرداخته شده امین کمیسیون به اساس اون موافقتنامه باید در تفاهم با آقای رئیس غنی و آقای عبدالله شکل می گرفت چرا ما اختلاف نظر را در این مورد می بینیم ریاست اجرایی میگن که این حرکت یک حرکت سلیقه‌ای است و در حالی که مشوره نشده با ریاست اجرایه در حالی که رئیس جمهور صلاحیت خود میدانه چرا ما به این اختلافات مواجه هستیم ما باورم این است که جواب از چرا بسیار روشن و واضح است به اینکه همین کمیسیون انتخابات با همین وضعیت موجودش به نفع یک گروه تمام شده و به ضرر یک گروه دیگه همین گروهی که به نفعش تمام شده اگه او ما هم می بودم امروز از یا حمایت میکردم به همی وضعیت تاکید میکردم چون ما از همین فضا نفع بردیم پس چرا ما بگیرم چیزی را که ما منفعت به او بستگی داشته امروز بیایم تغییر بدم مگر که باید ما زیر بار فشار افکار عمومی قرار بگیریم افکار ملی و بین المللی کاری که صورت گرفته اما هنوز هم به گونه طرف رفتن و به گونه با, با, با، اوراق و کلمات بازی کردن با چهره ها بازی کردن ی خود به نحوی یک کاشکنی را نشان می پس بر می به منقطه من اولی ما که هنوز هم باور می است که با. امو اما اراده سیاسی برای اصلاح وجود ندارد. پس فکر میکنین که باز هم مواد از موافقتنامه به اساس سلیقه ریاست جمهوری شکل گرفت ریاست اجرایه و حرکت ها مبتنی بر سلیقه رئیس جمهور شکل میگیره فکر میکنین؟ تنها این بحث رئیس جمهور مطرح نیست. باور ما است که به ما اندازه ای که رئیس جمهور و تیمش مقصر هستند رئیس و تیمش هم به نحوه مقصر هستند یا باید اگر فکر میکنن چون این کار به نفشان است و حقشان است باید حق خود به دست اما این دارد. صلاحیت که ماده 64 قانون اساسی این صلاحیت ویژه را بر رئیس جمهور میده رئیس جمهور است که صلاحیت تشکیل کمیسیون ها را داره این مسئله دقیق برمیگرده بر رئیس جمهور غنی فکر میکنین که رئیس جمهور غنی با تشکیل این کمیسیون و با نسب خانم بارکزی در رأس کمیسیون چی میخواید از نظام انتخاباتی؟ اگر ما بریم به طرف قانون اساسی و مشخصا به ماده 64 قانون اساسی سر صلاحیت ها بسیار چیزها داره تغییر میکنه اصلا دیگه بسیار هاست که پایان میافه ما قبول بکنیم که یا قانون اساسی ما جواب نداد یا مجریان و مدافعان قانون اساسی نتونستن قانون اساسی را احترام بگذارن و وضعیت به گونه شد که با یک موافقت نامه بسیاری از مواد قانونی اساسی ما زیر سوال قرار بگیرن بر حال عالی که نسبت به یک فرد که خانم بارگزه یا هر کس دیگه یا هر افغان دیگه در رأس یا در بدنه از این کمیسیون میاد بسیار تغییر کلان به وجود نمیره بسیار مشکل ساز هم نیست اما مهم ای است که چون همی دو تیم بین خود اختلاف کردند پس همی دو تیم بین خود اتفاق کردند حکومت ساختند به نام حکومت وحدت ملی ایجاب میکنه که سر تمام موضوعات ملی خاصتا همو موضوعاتی که درد سرساز است ما را به بحران میکشند ما را تا لبه بحران کشانده بود سر ازی باید با موافقه میرسیدن و یک چیزی را اعلان میکرن. بدون موافقه هم این عمل سر زد که باز هم مشکل سر مشکل گری سر گری پیش آمد چرا بدون موافقه عمل صورت میگیره که بعد از او بعد جنجال پیش میاد و یک بار دیگر دغدغه پیش میاد دو دلیل دلیل اول باز هم تاکید میکنم چون اراده سیاسی نیست بنان بازی با موضوعات اراده سیاسی اجازه که در ریاست اجرایی نیست یا ریاست جمهوری مشخص بفرمایید در دولت موجوده اراده سیاسی نیست دولت, دولت دو, دو حلقه است وقتی که ما دولت میگیم هر چیز که مطلق ذکر شود و فرد کاملش لحاظ میشه فرد کامل ریاست جمهوری است پس در ریاست جمهوری اما ام. باید اراده در قوه اجراییه یا در امین نهاد بنام اجرایی بگونی وجود داشته باشه که هو به هو موضوعات مربوط تقیب بکنه و هر مسئله رو به کرسی بشانه یک چیز از نظر دور نداشته باشیم شاید خود رئیس جمهور بسیار نیت بد نداشته باشه اما اصلا چهرهایی که هم در حکومت گذشته بودند و بسیار با نیت بد ظالمانه و, 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 بیباکانه عمل میکردن و امروز هم و ما هستند که چون این کار را انجام میدن تا این کننده رئیس جمهور است شما توجه بکنید امی آدم به گونه نظام مصروف ساختین در زد و بندای درونی یا به حضو رقیبا که رقیبای خود چگونه صحنه بردارند پشت سر دشمنا داره که تقویه شده میره. از این افراد اگر نام ببرین چه کسانی است که در گلوی ارگ است و در واقع قدرت ملی را در اختیار خود داره و اینا خود گروگان هستند اینا کی هستند ما فکر می کنم که این مصلحت یا روش مطبوعاتی یا رسانه‌ای چنین نیست که ما به افراد بریم مطرح بسازیم و او را مورد بحث قرار بدیم ولی چیزی نیست که از کسی هم پوشیده باشه اما باشد. اگر دوام وضعیت ما را باز هم به لبی پرتگاه که شما گفتین بکشونه از او خوبتر است که ما مسلحت نکنیم و این مسئله را مطبعاتی بسازیم شک نیست اگر ما بفهمیم که تاثیر مگذاره ما از جنجا خلاص میزده کنم ترس هم نداریم ما ام. میتونیم که فرد فرد از این نام هم بگیریم تشویش نداریم اما باور ما است که یک کردت دیگر می میگیرن که ما هستیم اینجا ما چالش ایجاد میکنیم ما هستیم صدای مردم کشیدیم ما که طرف مقابله به نحو حساس ساختیم و یک امتیاز دیگه را باز میرند و طرف میگیرند اگر قرار باشه که هر وقت ما فکر بکنیم که با تاثیر مگذاره این مسئله ای کنم باکی هم خب، ندارم از ای چند نکته است که تایید ناشده است ما در پس پرده ها مطرح میشه تا دیروز گفته میشد که بنابر دلایل رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی استعفا میتند امروز خبرهای تایید ناشده میگن که استعفا نمیتوام چنان به کار خود ادامه خواهد داد اگر به کار خود ادامه بده و ارادی سیاسی را شما گفتین که در ارک و شخص رئیس جمهور که در رأس است ارادی سیاسی وجود نداره برای تغییر نظام دوام وضعیت به معنای چه؟ دوام وضعیت به معنای بحران به معنای بیسر سامانی به معنای بدتر شدن اوضاع سیاسی به معنای برهم خوردن وضعیت نسبی موجوده یعنی اگر خانم بارکزای به با عنوان رئیس کمیسیون کار خود داشته باشه و این کمیسیون با ریاست ایشان پیش بره که ایشان از طرف رئیس جمهور نصب شده و در این زمینه ملاحظه وجود داره از ریاست اجرایه که با ایشان تفاهم نشده پس ما به بحران خواهیم رفت ما فکر میکنیم که بازم بحث سر یک فرد نیست اگر خانم بارکزای مورد بحث قرار میگیره و موافقه هر دو طرف میشد یک کاندید بسیار خوب نشد. حالا نشد ولی که نشد باور خانم بارزایی که دو روز مده یکی از دیویزون شنیدم که ایشان گفتن بله اجازه بده بفرمین که ایشان گفتن که به یک فرمان یا امضایی که ما مقرر شدیم رئیس اجرایی هم مقرر شده چه خوب است که امی امضا می فرمان یه شود. هر دو برطرف کنه خب حالا مسئله بسیار خوب میشه یعنی عین سرنوشتی که با خانم بارگزای بسته است معلوم میشه با گفته های خانم بارگزای که این وضعیت و سرنوشت به حضور رئیس اجرایه پس از هر دو شر میتونه رئیس جمهور خود خلاص کنه اما این حکومت در تفاهم با دو شخص و وساطت رهبرای کلان کشورهای بیرونی شکل گرفته این بحث فکر می کنم کمی متفاوت تر است در مورد رئیس کمیسیون که الا اختلافات بسیار زیاد است، نهادهای مدنی هم پیوسته میگن که این یک کمیسیون سیاسی است، تا کمیسیون تکنیکی و تخصصی. ریاست اجرایی هم پیوسته انتقاد میکنه که مخالف هستند با اینا. رای حل چیست؟ استیفا یا دوام اگر استیفا بده چگونه باید استیفا بده از چی استیفا بده کدام چیز استیفا بده حالا در کمیسیون قرار داره بساس فرمان رئیس جمهور اما با قول خودش اما آدم که امضا کرده میتونه که امضای دیگه هم بکنه حقیقت گپ کلان نیست کدام چیزی نیست که در قانون پیش بینی شده بنان هیچ کس دیگه هم چرا امضا کرد که بزن. پس امضای خود را بگیره میره با خودش پرسام چرا امضا کردی که حالا مجبورا یک چیز بر شما بیخی میتو می توف... می فکس تایید شده و به صلاح کنکریت بگویم این ترکیب در کمیسیون شکایات به طور در کمیسیون ببخش اصلاح نظام انتخاباتی به طور قطع تغییر میکنه یک دو ای که کی ادعا میکنه کی سر صدا میکنه کی میخواد از خود یک چیزی با چه دلایل با چه دلایل اینا میگن که, که وظیفه خود ادامه خواهند داد کلی یا پای میزنم بعد دلایلش هم میگن بله یک دو انتخابات تا یک سال دیگه وجود نداره به طور قطع انتخابات حساب بگیم خط خطا بسیار چیزای دیگه با گفتن دو سه یه هر دو کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی دیگه وجود نداره یعنی به ترکیب کمیسیون شکایت و کمیسیون هر دوش دیگه وجود نداره مم. چار تا که تغییر اساسی هم در نظام انتخاباتی که شامل نهادها و بعض قوانینی را که قانون اساسی اجازه تغییرش هم با وجود نبیه دیگه انتخابات نمیشه که چند سال دیگه بگذره ولی تا تغییر نبه انتخاباتی به وجود نمیاد دلایلش چیست دلایلش اگر موردوار بفرمایید که چ... با چه دلایل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اجازه بده کل شد این مورد مشخص تر بفرمایید فقط اصلاً دلیل اول خواستار تغییر در نظام انتخاباتی طرف کاندیدای دوم هست یا متضرر کاندیدای دوم بوده یا به طور مشخص یعنی ریاست اجرای خصوصا دکتر عبدالله بفرمایید مشخصا جنای ریاست اجرایی خواهان تغییر بودن از آغاز و این مسئله را هم داخل موافقه سیاسی کردیم ام. به هیچ وجه گذشتنی از این مسئله نیستند ای یک موضوع نیست که باز بگوییم که برو مصلحت هست خیر ما این تیر شدیم بگذره این مسئله حتما باید صورت بگیره به خاطری اگر نتونستیم این کارو کنیم معنای چی است که ما در جریان انتخابات دروغ گفته بودیم بنابراین ما مفتری هستیم فقط به خاطر به اصطلاح جا افتاده وند گرفتن امتیاز گرفتن ما آمدیم یک چیزی را مطرح ساختیم پس امتیاز ما را گرفتیم تمام قرار در خانه خود ششتگی نه ما گفتیم که انتخابات کمیسون انتخابات خیانت کرده و مم. با اثر خیانت انتخابات به بحران رفتم ما خواهان اصلاح هستیم مم. اگر اصلاح را هروند نتونستیم بهتر است که در نظام هم نباشه پس این ساختار نباید باشه با توجه به تحلیل شما و طور قطع به شما گفتم گفتم کلمات استفاده کنم که قطع فکس حالا این چیزایی است که اگر صورت نگرفت شما باز قبول کنید که خب، پایان حالا رئیس جمهور با سراحت فرمان داد و این کمیسیون را با صلاحیت خود در ماده 64 قانون اساسی افغانستان معرفی کرد شما میگین به صورت قطع نباشه اینجا اختلاف نظر خیلی جدی است نیست جدی مجبور است که پس اصلاح کنه هیچ گپ کلام نیست نکرد اگر اگر نکرد خو همین کمیسیون موجود است دیگه نظام اساسی به اصلاح چی چرا چیزی که اگر قرار باشه یک تیم بخواید پس چیز بهتر از آنچه موجود است نمیخواهد پس رئیس, جم... پس رئیس جمهور پس کر... رئیس جمهور غنی باید امضای خود را بگیره و کمیسیون را ملغا اعلام کنه نگیره کمیسیون ملغا اعلام نکنه کمی تصحیحش کنه کمیسیون باید تصحیح شود بله اگر تصحیح شود بعد فکر میکنید که نظام یعنی تصحیح کنار زدن رئیس کمیسیون و تعداد از دیگر از کمیسیون که گفته میشه با صلاحیت اونا تعیین شده با تغییر این وضعیت میشه که انتخابات درست توجه بکنه که این کمیسون که می آیم تصمیم گیرنده اول و آخر نیست فقط یا می مطالعه می کنند بعضی پیشنهادات میارن برای اجرای می ده. رئیس ها یا رسائل می میبره می به کابینه کابینه تایید می جمهور توشه می در واقع یا یک 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 تیم ریسرچ یا تحقیقاتی یا مشا... مشورتی هستن یک تیم تصمیم گیرنده هم نیست که ما بگوییم که می آمدن هر چیزی که اینا تصمیم گرفتن نهایی شما آقای منوی از کمیسیون گفتین لیست طویل از کمیسیون نزد ما است که از رأس تا پایین تا شخصی که در 15 پانزدهم است جامعه مدنی و نهادهای ناظر بر انتخابات با صراحت میگن که این کمیسیون کمیسیون تخصصی نیست سلیقه‌ای و مبتنی بر سلایق سیاسی نصب شدن اگر دو سه نفر را کنار بگذاریم با رئیس کمیسیون که ظاهرا ادعا میشه این دیگر افراد هم در ساختارهای انتخاباتی دست کم دیده نشده در گذشته اگر دیده خیلی معدود بودن در زمین این نفر با این وض ما باز هم انتخابات را نظام را با اشخاص غیر تخصصی و اشخاص گماشته شده سیاسی چی میکنیم؟ رواجب بکنیم ما بسیار باید حرف نزنیم خودم انتخابات یک پروسه سیاسی است و سیاسین دارند در وجه نقش ایفا و هر کشور نظام انتخاباتیش متفاوت است وضعیت کشورش هم متفاوت است تقاضاهای متفاوت داره خوب است یعنی چهره ها این هر کدام که من میبینم آدمایی هستند که چیزی از این وضعیت از این حالت درک میکنند ما اینجا کدام انا چیز نداریم انتخاباتی که حال فارغین از اون را ماسترا و دکترا از اون را بریم دیگه همین کسایی هستن به این وضعیت به نحوی آشنا هستن و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات بسیار میتونن با زینمی مجموعه را کمک بکنن بیارن دیدگاه خودم را ازیار شریک کنن موضوعات هم را ازیار شریک کنن در حالتش تصمیم نهایی را سیاسیون افغانستان بگیره ایره که هر کسی ریسرچ کنه هر کسی تحقیق کنه هر کسی بررسی بکنه مشکل ما در دیگه جای هست ما خودم که نامدم در جای کل چیز از زیر سوال میبرم. شاید بعضی دیمی دوستا که راه پیدا نکردین انتظار داشتن توقعش اونی بوده ما باورم نیست که امیا هم آدمایی هستند که کارآمد هستند اما خوب است اگر در این ترکیب نبودن میتونن بله شخصیت این افراد حفظ آدمای محترم هستند اما کسانی بودند که در سه انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات مجلس نمایندگان و دیگر انتخابات نقش داشتند در نهادهای ناظر بر انتخابات بودند اینا دیده نمیشن کسانی هستن که کم تر در مسائل انتخابات در واقع دیده شدن انتقاد جامعه مدنی این است از اینجا چهره هایی که به انتخابات کار کردین و به انتخابات هم میفهمند و من میشناسون اما معدود هستن ما هم بله طبیعی است معدود هم هست ولی هستن امی کسا شما امی بتو... ناظرین انتخابات هم به طور مطلق دوستای ما هستن یعنی اگر میال دیج اینجا همه ما بگن بگویم که نظارت زیاد چه درد دوا کرد چه مشکل حل کرد ما را چقدر کمک ساخت چقه کمک کرده خب این می وضعیت است همگی دیدیم که چی شده و یکی یک کلماتی که آدمای بی طرف هم. ما بی افغانستان کی است خب ما دیدیم هر کس به نحوی به یک طرف متمایل است یا یک نوع گرایش فکری داره یا گرایشات متاسفانه که مثلا مثبت نیست و گونه وجود داره خب بازم این به طرف ها را آیا من حیث کل باز دیگران هم به میشناسن اما چون این چهره هایی که هم تخصصی باشن هم کاردان باشن هم کار انجام داده بتانن و هم به طرفی باشن که طرف ها را من حیث چهره هایی به طرف بپذیره پیدا کردنش فکر میکنم آقای معنوی شما از کمیسیون مستقل انتخابات و از کمیسیون شکایت انتخاباتی گفتین که اینا در آینده نخواهند بود. ایده با سرعت الفاظ هم بهش اشاره کردین. اشاره تصریح کرد بله با, با سراحت الفاظ بهش پرداختین در جمع امین افراد کسانی بودند که در به القاب گوناگون یاد شد در انتخابات و اخیرا وقت در در تعدیلات بر قانون تشکیل وظایف و های کمیسیون مستقل انتخابات وارد می شد در امین مجلس نمایندگان با سراحت گفتند که در پس دروازه های مجلس آمده بودند که شما تعدیل وارد نکنین در آینده در, در این کرسی ها بود تا این سطر افراد را ما در این کمیسیون ها داریم رای حل چیست که اینا چگونه او طرف میشن این شما چی میدانید که ما نمیدانیم حرس انسانی است اگر بر نفس آدم حاکمیت پیدا نکنه هر کس میخواد که قدرت باشه امکانات اختیارش باشه و بتانه که برنامه های کلانه در مدیرتش حضور داشته باشه اما یه خوی که خاص ماز اما آدم فضا و هوا را یک دفع مطالعه میکنه یک وقت کار من در کمیسیون انتخابات پایان یافته بود گفتن کارت پایان یافته دل من میخواست کار. که کار ما پایان یافته از این چیز برآمدن دفتر بسیار سخت است اما من میفهمیدم که دیگه وضعیت به نفع من نیست که من ایجا باشم بسیار خندان آوردم دوستان اجازه بدیم امی یک مقوله عربی میگه که مثل الغریق یا و به کل حشیش امی آدم غرق شده برخص خاشاک دست میندازه ای که بیچاره ای دی دروازه بدهان در پارلمان برو در ریاست جمهوری برو هر جای دیگه برو بله. یعنی ما فکر میکنم که دوج دوستای ما هستن که به وا به حرمتی نشه آدمای با عزتی هستن بهشون احترام قائل هستم آدم همی حیثیت و آبروی خود هر اما قدرت یک داره که باید دست انداخت حالا شما گفت اینا همش کنار زدم میشه پیغمبر سه میگه که نعمت المردیه به اصلت الفاطم اولش همی تو هر کس بسیم خب اینا چگونه کنار زدم میشن اینا هر یک ادعا میکنه که ما برای موعد مشخص انتخاب شدیم و به شکل دموکراتیک هم ظاهرا ادعا میکنن که انتخاب شده لیست شد و شارت لیست شد انتخابات اینا انتخابات دموکراتیک هم انجام دادن بسیار کار خودم درست انجام دادن امی که باز هم تاکید میکنم که به اثر کارکرد از یا حد اقل یک چند نفری به امتیازات کلان دست پیدا کردین بنان بسیار دشوار است که حالا ما بریم از یا پرسان بکنیم امی کافی است خب در در کنار زدن اینا شما گفتین که اینا نخواهد بود چگونه برادر بود؟ یک طرف نظام حکومت وحدت ملی یک جنایی است که اینی میاره اینی وضعیت نه میخواد پس اگر کسی آمد پافشاری سر از وضعیت کرد اینمی وضعیت نیمبند از هم میپاشه و هیچ کس حاضر نیست به خاطر چند آدمی که حالا هم گفتم به حرمتی نشه که دبا آدمای محترمی هم هستن بیان کل وضعیت بر هم بزنن ناممکن است ای که کسای جیبشون نقل چوبی پر کرده و یار ادمینان داده فقط به چند روز خوش نگاه پس کرده. عدم اصلاحات در نظام انتخاباتی از دید شما بار میکنید که یک بار دیگه افغانستان به پردگاه خواهد رفت افغانستان خواهد باشید وضعیت آنقدر شکننده فکر میکنین و خواهد شد مسئله انتخابات یک موضوع اخلاقی نیست که خوب اگر بود یا نبود اگر شد یا نشد مسئله تعیین سرنوشت سیاسی در افغانستان است بنان از حساس ترین موضوعات است که یک آدم کی وزیر میه کی وزیر میشه کی ده کابینه آمد کی نامه یک بحث است اما این مسئله مسئله حیاتی سرنوشت ساز برای سیاسی افغانستان است یک تعداد یا ای حرف خدا با کرسی میشانند تا در سیاست افغانستان نقش داشته باشند یا با سیاست ودا میکنند پشت کار خود میرن باز کسای دیگه پیدا میشن که بتانند سیاست و مو مفکوره و ذوق خودش باز استقامت پس از وقفی کوتاه زود باز میگردیم سلام مجرد شما بیننده تحول هستید من لطیف محمود آقای منوی سال 2014 به عنوان یک معما مطرح بود برای مردم افغانستان که لطمات جدی را بر پیکر اقتصاد افغانستان و سایر بخشا وارد کرد سال 93 هم تا اینک دغدغه های پس انتخاباتی و انتخابات در واقع مردم را نسبت به نظام و نظامداری خیلی دل سرد کرد و به سطوح آورد و گفته میشه و دیده میشه که در انتخابات ها آینده شاید فیصدی بسیار اندک از مردم شرکت خواهد کرد با توجه به این وضعیت حالا بحث اصلاح نظام انتخاباتی که اگر امر خیلی مهم است باز هم داره به طرف کشمکش ها میره چه باید کرد که حداقل به این مردم دردیده پیام امید بخش داد و پیام نوید بخش داد یک تعدادی که فکر میکنن که اگر مردم به انتخابات نبرامد آمد خوب فضا به صندوق پر کردن مساعد میشن امیر ادامه میدن اما بر آگاهی مردم بالا رفته توقعات مردم بالا رفته مردم بسیار حساس شده خب کسایی که در جامعه بین المللی دیروز بگونی فکر میکردن کار افغان ها هم انتخابات میکنن و مو استایل و سلیقه خود یک انتخابات کنن مقصد بین خود جور بینن امروز میگن که نی. تا که مسئله انتخابات حل نشه هیچ مشکلی در افغانستان حل نمیشه ما فکر میکنم حالا وضعیت بسیار خوب ایجاد شده زمینه ها فراهم شده که باید اصلاح به وجود بیه اگر واقعا حکومت وحدت ملی ای اصلاحات واقعی را به وجود آورد یک بار دیگه اعتماد ایجاد میکنه باورها ایجاد میشه در واقع اما به هایی که صورت گرفته بود دوباره میتونه که اصلاح شو و ترمیم شو. اگر باز هم توجه نشد به با... اعتمادی بالای به اعتمادی من فکر میکنم که همی پایه های اصلی نظام متزلزل میسازه این نظام محدود منحصر به ارگ ریاست جمهوری یا به شهر کابل نیست شما می‌بینید اطراف اقناف دیروز مردم نسبت به طالب متنفر بودن اما امروز پناگاه سیومی کجا خدا نکنه که ما وضعیت بدتر از این مواجه نشیم ما دین در مناطق, در مناطق بی امنی داشتیم ولی امروز شما میبینید که در سراسر سر افغانستان این مسئله پخش شده ما یکی ادعاهای است لاف و گذاف های است که از پشت تریبون میزنیم که خوب امنیت آورده مایی میکنیم ما ای کار کردیم، ما با پای خود استاد هستیم ما دیگه به قوه خارجی نیاز نداریم ولی یک واقعیت های عینی جامعه شما میفهمی که سطح جرایم در داخل شهر کابل به کجا رسیده مم. گرافش در کجاست بسیار چیزاست که در مطبوعات گزارش داده نمیشه شما وضعیت میشنوید ما در 13 سال گذشته مورد را نداشتیم که سی نفر سرباز اردوی ملی یعنی قوتهای های قهریه که دشمن از پیششان خوف داشت اردوی ملی افغانستان بود اما امروز در حدود سی تن از اردو سر بریده میشه مم. یک فاجعه است یک مصیبت ملی است یک شرمندگی برای این نظام و حکومت است که در امنترین منطقه افغانستان امروز دشمن به حدی قوت میگیره و جان میگیره که اردوی ملی را سیر میکنه و سرش خب می هم حالا ما بارها از زبان رئیس جمهور شنیدیم که سر قماندان قوای مسلح افغانستان وقتی ما سر قماندان قوای مسلح افغان افغانستان را داشته باشیم وقتی ما رئیس اجرایی را داشته باشیم وقتی ما 350 هزار نیروی در ارتش ما که در مجموع در سه قوای مسلح افغانستان است داشته باشیم سی نفر یا 28 نفر حلال میشه پاسخ کی باید گفت حالا از اون های آتشینه که یک سال پیش گفته می شد که فساد را گم می کنیم حکومت در چه پنج روز معرفی می کنیم، کابل بانک را مشکلش حل می کنیم، مذاکره در سرخط ماست نظام انتخابات در سرخط ماست اون حرفا همه به با 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 باد هوا رفت و این مردم می خندن بالاخره سر, سر حکومت وحدت ملی پاسخ این مردم را چه چب، چگونه باید داد؟ افغانستان یک کشور پیچیده است و موقعیت جغرافیایی ما یک موقعیت حساس است تعامل ما در سطح منطقه و جهان بسیار پیچیده است بیلانس نگاه کردن کار بسیار دشوار است یکی حرفایی است که فکر بگونیم آن چرا میگیم و تحقق پیدا میکنه مم. یک الاز عمل کرد اگر ما کار را نتانستیم سبا هم فرموده شما که دیگه به گپای ما میخندن ما به یک وقت به یاد دارم که وقتی ببر کارمل گپ میزد با مردم تلویزیون خود گل میکرد رادیو خود ایواز میکرد موجش میگفت که چتیات میگه با ما به نمو وضعیت به نمو سرنوشت روبرو میشیم که هر چیز میگیم ولی او را نمیتانیم که در عمل پیاده بکنیم با یک بار دیگه به با شما میگویم که اینجا تنها یک طرف نیست که نقص بکنه بعضی ها تفکر میکنه وضعیت این رقم ادامه بتیم تا مردم بگوین که حکومت مشترک نتیجه نمیده پس حکومت یک دست بیا هر کسی که چنین مفکوره را داره بسیار باورش باشه که غلط فکر کرده اگر حکومت یک طرفش سقوط که کلش سقوط میکنه اگر امی دولت ضعیف شد کل افغانستان ضعیف میشه و وزی... و... نتیجه شما ما اختلافات باعثی شد اخیرا که وزیر دفاع افغانستان به مجلس نبیه حالا ما نمیخوایم بپردازیم که وزیر دفاع نامزد کی بود یا نماینده کی بود تا به مجلس به رای بیاره اما ما سی نفر یا بیست و هفت نفر ما را با وضعیت خیلی شدید یا خیلی خطرناک یا غیر انسانی به مخالفین تسلیم کردیم اونا علالشان کردن هرچی داد زدن نه از کابل نه از بهش نیروی حمایه رسید با این وضعیت یک پراکندگی در قوای مسلح افغانستان است به خصوص در وزارت دفاع افغانستان دشمن مورالش بلند است و دش... مورال قوای مسلی افغانستان پایین چه باید کرد که بین این دو رهبر ما حداقل توافق نظر بریم گناه در کدام یک است گناه این مردم است گناه رهبران ندارم این مردم گناهکار هستند این مردم که در 16 عمل سال پار پای صندوق های رای رفتن انگشت خود را از دست دادن انقلاب انتخاباتی کردن و این القاب را گرفتن این حکومت وحدت ملی که پاسخ نمیتنه مردم حکومت خوبه و میام می آوردن چی رقم مشکل ایجاد نمیشه این حکومت دیگه اجازه مح... بده آقای محمودی سر قوای مسلح بریده شد آل سر قماندان علا سر باید ایجاد بکنه چگونه ایجاد بکنه در افغانستان قحط رجال نیست که اگر وزارت به یک فرد نشد قیامت برپا میشه همه چیز بر هم میخورد بالاخره بسیار یک, یک حادثه کلان رخ داده احمد نه محمود زید نه بکر بکر نه عمر بالاخره افغانستان با آدم زیاد داره یک کس روان بکنن اگر فکر میکنن که نیمی چهره هایی که مطرح میشن یا نابغه های کشور هستن که تکرارش وجود نداره یا بدیلش وجود نداره اصلا ما خود ما همه چیز به خود سخت ساختیم ما خود ما مشکل داریم تصمیم گرفتن نمیتونیم شش ماه شده بیشتر از شش ماه ما نتانستیم که به 24 وزارت افغانستان وزیر خب حالا یک سال مردمی میخوایم از بین مردم افغانستان این سال را مطرح بکنم که به این سال چگونه باید پاسخ داد چرا دکتر عبدالله با دکتر غنی کنار یک میز نمیشینن به خاطر اون کسایی که انگشت خود از دست دادن اون کسایی که شب نان خوردن را ندارن به خاطر حلال مشکلات اونا تصمیم نمیگیره وقتی تصمیم رئیس جمهور رئیس اجرایی را میپذیره و رئیس اجرایی رئیس جمهور و باز هم جان کاری از بیرون اخیرا تلفن میکنه و سفرا بالاخره به با ارگ و به ریاست اجرایه میره این افتضاح تا بکای چه باید کرد که بالاخره این دو زعیم پاسخگوی مردم باشه و اون وعده های به مردم کرد نشاست فکر میکنم که متداوم دارن هر روزه دارن بحث میکنن اما فکر میکنم که هنوز هم اقده های دوران انتخابات پایان نیافته بیشتر از اینکه ما متوجه مردم باشیم متوجه دشمن باشیم متوجه وضعیت کشور ما باشیم ما متوجه ها و رقیبای دیروز انتخاباتی خود هستیم ما ایران هستیم که چی گونه بتانیم اون مجانب دیگره بله. کنار بزنیم حذف بکنیم کم رنگ بسازیم و ای, باعث به شده که هم در سطح منطقه ما ضعیف شویم هم رقیب رقیبای اصلی یا دشمنای اصلی ما قوی شود. و هم مخالفین دولت بتونن یک دست بالا پیدا کنند. آقا بله و معنی... وضعیت متاسفانه آقا... چنجش تغییرش بله آقای منوی شما هم یکی از حامیان آقای عبدالله در انتخابات بودین اگر آقای عبدالله و آقای غنی و تیمشان که شما هم یکی از حامیان آقای عبدالله بودین قدرت ملی را در گرو اقده های خود قرار داده باشه پس این عمل را شما خیانت به قدرت ملی و مردم نمی‌دانید؟ ما باور ما است که یک گذشت تاریخی صورت گرفت در امر انتخابات باید ای را محترم می شمردیم و ای ارزش قائل می شدیم ارش قائل می شدیم رسما وضعیت ما پذیرفتیم و باید دیگر هم را اما اگر کس فکر میکنه و که حالا در بین جورنالیست ها جا افتاده که این رسمانکشی ادامه پیدا بکنه ایرا را دوستای ما بفاهمین که ما از رسمان خسته نمیشیم پس اگر این رسمان و یا اختلاف قدرت در میان دو محور قدرت ادامه پیدا بکنه و مردم افغانستان هم فرصت از دست بته زمان از دست بته و جان هم دیگر به افغانستان نیاید پاسخ شما بر مردم چیست به عنوان یکی از کسانی که در این مملکت هستیم و در اینجا خون دادیم نیم قریب به نیم قرن میشه که ما در سرنوشت افغانستان نقشی فا میکنیم و در برابر ارزش های از کشور خون میدیم. در حالتش ما از این کشور از این ای مردم گذشتنی نیستیم و آماده هستیم حاضر هستیم که قربانی بیشتر بتیم ولی از این خاک از این مردم باید دفاع صورت بگیره کسایی که به بزنس تجارت افغانستان قبول کرده و کار خودش هست اگر بزنسش نشد کدام جای دیگه میره بیز و بسیاری هستن که به قریه خودم رفته نمیدونن اما فقط حاکمیت ادعا میکنه او کار خود از واس اما ما نسبت به این وطن احساس مسئولیت میکنیم بر حالی که کی چی میکنه اما ما در قضایای از این کشور خودم مکلف میدانیم مسئولانه برخورد اما انتظار مردم من که یک اک شهروند هستم از اردو رهبر این است که دیروز بحث انتخابات مطرح بود چانزنی های انتخاباتی و بحث های اختلافات انتخاباتی امروز فصل دیگری است سرانجام قدرت انتقال کرد به این دون فرد مسئولیت ای دو فرد است که کابینه خود را تشکیل بده که تا قانون ای کار را نکرده والی های افغانستان بلا تکلیف است که تا قانون این مشکل همچنان ادامه داره عسکرهای افغانستان سر بریده میشه که ما شما شاهدش هستیم متاسفانه مذاکره یک امر پادر عواص. کابل بانک یک امر پادر که این موارد را اگر بر برشماریم خیلی زیاد میشه عمدترین کار را حکومت وحدت ملی یک پرسش که میخوام از شما مطرح بکنم و این دو رهبر تا هفت ماه کاریشان کرد که نتیجه داشته داده باشه چیست؟ در یه هفت ماه چرخه حکومت استاد است نمی چرخه همه چیز در رکود است مهمترین کاری را که حکومت وحدت ملی باید انجام میداد و باید انجام بته که به می توافقنامه که صورت گرفته احترام بگذارند و این را باید تطبیق بکنند یکی دو کی نفت میبره که نفش کمتر است ما فکر کنم که نفع افغانستان در گره به موافقت نامه است امیر احترام بگذاریم این وضعیت بهتر میشه اگر نه که ما در صدد ازی باشیم که نه باید عقده های دور انتخابات فراموش نباید شود ما شاهد کدام تغییر تحول این رکود تابکای این رکود در واقع غم آسا زیرا من شاکی استم خودت هم شاکی سی رئیس اجرایی هم شاکی شاید رئیس جمهور هم شاکی باشه اما معلوم است که اگر ما گذشت نکنیم ما یک دیگر را نپذیریم ما تحمل نکنیم ما انوز بسیار کمپاینی و رقابت انتخاباتی فکر بکنیم ما موفق نمیشیم ما در صدد این هستیم که کسی را پیدا بکنیم در جای بگماریم که باید ضعیف باشه تا ایتر بتانیم نفوذ بکنیم تا ای بتانیم قدرت انحصاری تر شده بره این ما را وضعیت به این وضعیت کشانده ما بیم نهادها را تقویه بکنیم ما بیم ادارات خود با پاش استاد بکنیم ما بیم تقسیم وظایف بکنیم تا هر کدام در یک وظیفه که از احساس مسئولیت بکنه احساس مسئولیت بکنه برای کار خود انجام بده ما هر روز د فکر ازی هستیم که همه چیز از دست را جمع بکنیم و فقط ممثل اول و آخر ما باشیم بنان باید چهره های ضعیف ضعیف ها پیدا بکنیم در جاهای بگماریم که با نفوذ ما در سرزوا بهتر باشه خوبتر باشه و با مزاق ما عمل بکنه و هر آنچه که ما گفتیم فقط حرکت چرخه نظام از یک مرکز و از یک صورت دیگه آلا منوی امین کار هم نشد اگر چونین می بود نمیشد. ما در افغانستان بستو باید می داشتیم اگر چونین می بود آدمای ضعیف بلیگو بود که به صفت والیا می رفت که ما امیر هم نتونستیم حالا بالاخره پاسخ شما که به عنوان یک شهروند هستین و کسی که در تعاملات سیاسی افغانستان نقش داشتین شما چقدر راضی هستین از این هفت ماکار در هفت ماکار هفت کار کوچک صورت نگرفته نه بسیاری چیزا عوام فریبی است چیزایی را که فکر می کنند که بنیسه دستاورد است بدترین عمل در برابر صورت گرفته من جمله بحث کابل بانک اگر کدام روز فرصت داشتیم میایج باش من حیث مسلک که من قاضی هستم به شما این تحلیل و تجزیه میکنم یک چیزی است که خاک به چشم مردم حالا میگن هست. 220 میلیون دلار را بازگرداندند هیچ چیزی صورت نگرفته هیچ چیزی حالا 220 میلیون دلار که ادامهش بازگشته این کجاست از کجا آوردن این نو نفر متهم را از کجا پیدا کردن امینا شعار دادن که ما تای 45 روز کابینه معرفی خواهیم کرد و تای 45 روز بحران کابل بانک را حل خواهیم کرد این وعده ها کجا شد مردم این وعده ها را به مزهکه گرفته که باید شنیدین حرف ها را من, من حیثی از شهروند راضی نیستم از این وضعیت جاری اما چاره جز از این ندارم بازم تاکید کنم که دمی کشور زندگی بکنم و باورم این است که کارت به استخوان مردم رسیده تحمل مردم سر رفته امروز شما میبینید که کار بار مردم سقوط است اصلا چرخه اقتصاد استاد شده برعکس ما در جان مردم چسبیدیم به نام مالیه و به نام تکس و به نام رشوتی را که ما فکر میکنیم ای فسادی فساد اداری که فکر میکنیم که استاد شده برعکس چند برابر بالا رفته که از مردم چی گونه ما بکنیم اما به مردم چی دادیم یه هیچ تا حال معلوم نیست خب رای حلتان چیست؟ ما در دقایق اخیر برنامه هستیم در جنبندی رای حل به خاطر وحدت نظر هرچند ما تا 13 سال هم وحدت نظر را میان چهار شخصه که در احرام قدرت سیاسی افغانستان قرار داشت نداشتیم حالا رای حل چیست؟ چگونه میشه به وحدت نظر اول رسید تا ما حکومت وحدت ملی را منطقی تر به پیش ببریم؟ رای حل چیست؟ باور ما است که هر چیز میتونه در سایه یک برنامه واحد سیاسی شکل بگیره اول ما برنامه سیاسی خود باید یکسان بسازیم دو امی منافع مشترک ملی را باید ترسیم بکنیم پنومون نقاط باشه که بعد نقاط اختلافی ما در کجا از ایران مشخص بسازیم و به او رای حل پیدا بکنیم و جمله ما میبینیم در چیزهای بسیار کوچک وضعیت به گونه بحرانی میشه که فرموده شما شرم از خجالت است به کسایی که فکر میکنه که شخصیت های افغانستان هستند که خارجی، یک خارجی یکی جانکیری هر کس دیگه بیایه با در قضیه کوچک وزیر دفاع کی باشه و کی نباشه رئیس ستاد ارتش کی باشه یا لویدرسیس کی باشه و کی نباشه به ای یک کلمات کوچک یا اصلاح انتخاباتی در راس و در بدنش کی باشه کی نباشه و ای به یک, مو... یک معضله تبدیل شده که در دهان عام بیفته و مردم میره بسات تبصره بکنه باز خارجی ها بیان وساطت بکنن و هر کدام را به خشتنداری دعوت بکنن ای به اون نظام به اون افراد به اون شخصیت ها شرم است با وجود صدها انتقاد و اعتراضی که نسبت به حکومت گذشته و شخص رئیس جمهور گذشته داشتیم که بسیار تچ کردیم ولی ما برایشان حرمت قائل میشم که این احساس ملیش به گونه قوی بود روزایی که ما در دور میز کابینه شتگی می بودیم خارجی را حتی اجازه اجازه گپ نمیداد مادام که چیزی از پیشش سوال نمیکرد و حق نداشت حرفی بزنه اما امروز با وجود که قوای خارجی دیگه در افغانستان بسیار اندک شده و حضورشان کم رنگ شده اما حرفشان حرف اول است و جایگاه اول است و هر روز میان ما را نصیحت میکنند پس وقتی که قرار به با باشه که ما به اساس نصیحت خارجی دارن نظام و حکومت پیش میبریم و ما دعوای زعامت میکنیم پس مرحبا بگویم به شخصیت همو کسایی را که ما دیروز نقد میکردیم مثل شاه شجاع برمیگردیم به این که نظام انتخاباتی افغانستان و یک سوال دیگه بعد از این باقی خواهد بود که اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا بکنه با توجه به پافشاری های اخیره که میگن هیچ چیز تغییر نخواهد کرد گفته میشه هر سر جای خود خواهد بود و امین کمیسون با امین افراد در اصلاح نظام گام خواهد برداشت موقف شما چی خواهد بود؟ ما فکر بگم سر ناممکنات صحبت نکنیم اگر قرار باشه وضعیت اینچونی ادامه پیدا کنه ما ترجیح میتیم که امی, انت... امی کمیسون انتخابات وضعیتش با همیجا باشند دیگه وقتی که باور ما ایست که تغییری به وجود نمیه پس ما یک بازی چهار ماه را زیر چتر یک کمیسون نامنهاد اصلاحات چرا را پرتیم پس خوب است می ادامه بتن برن انتخابات هم بکنن برن اه، اه، کارای کلان دیگر هم انجام بدن ما من حیث سینبین و نازم می بینیم وضعیت کدام طرف اما شما به عنوان حامی آقای عبدالله رئیس اجرایه که در در واقع مو بود که حق حامی عدالت اردو تیم در واقع حکومت وحدت ملی حامی حاکمیت قانون و عدالت در کشور بله حالا اگر امین تیم کمیسیون چهار ماهه به خاطر اصلاح قانون اساسی اگر تکنیکی سیاسی سیاسی که حالا ادامه شکین سیاسی است و گزینش هم مبتنی بر سلایق است اگر پیش بره موقف رسمی شما که حامی آقای عبدالله سین یک بار دیگه می بگویم چیست اگر وجود نداره به طور مطلق اگر دیدگاه ما به خاطر اصلاح پذیرفته شد ای اصلاحات ادامه پیدا میکنه و اگر نشه اصلاحات دیگه وجود نداره در کار نیست اصلا مسئله اگر ای وجود نداره این مسئله یه ای قدر بسیار حساس پیش ما نیست که فکر میکنه مردم یا مطبوعات ما اصلاح طلب هستیم وقتی که ما اصلاح طلب هستیم دید ما در اصلاحات در نظر گرفته نشه پس اگر نشه حالا آس... اگر است اگر, اون اگر حفظشان... وجود نداره خو اینو کمیسیون است ما با آقای نورستانی را من یک شخصیت اه... که از شخصی یک آدم خوب است خواندم کمیسیون است کار خود انجام نه اون کمیسیون که منحل از در موافقت نامه گفته شده که کمیسیون شاید تغییر بکنه و کمیسیون خب اساس ماده 56 قانون اساسی افغانستان تغییرات شاید به به اون کمیسیون اما مشخص کمیسیون اصلاح را میگیم اگر عمل بکنه همچنان با شما باز میگم که اگر وجود نداره یعنی به طور قطع تغییر میکنه ما از اول بحث به شما میگم به طور قطع مم. تغییر میکنه باز شما میگن اگر, اگر منوی... وجود نداره اگر شه حذف رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات بسیار تشکر از زورتان در بحث در پایان از شما نیز ممنون هستم که این بحث را دنبال کردین تا دیدار دیگر خدا نگهدار